سلام نیک نیکنفس هستم و در یکی دیگه از برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی همراه شما هستم به همراهی همکارم میلاد رسای منش ما در برنامه های هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تلاش میکنیم به موضوعات مهم در حوزه خدا و اکس مسلم در روزهایی که گذشت بپردازیم و خب میدونین روزهای بسیار می رو در تاریخ میگذرونیم که هر دقیقه اون خبرهای مختلفی داره و انتخاب اخبار برای ما بسیار مشکل میلاد ممنون که هستی و همراه ما هستی از خبر خودت اگه موافق باشی شروع کنی سلام میکنم متی عزیز و سلام به مخاطبین برنامه های ما امیدوارم حالا همه دوستان خوب باشه ام واقعا یک مجموعه از خبرها هست آدم نمیدونه کدوم انتخاب کنه ولی برسات ما سعی میکنیم خبر مهمترین خبر رو از منظر جنبش خدا و سکولاریستای ایرانی مورد تحلیل قرار بدیم و شاید مهمترین خبرها دیگه بمب خبری که همچنان همه دارن در رابطه باش صحبت میکنند پیروزی قاطع ترامپ هست بر رقیب انتخاباتی خودش کاملا هریس در امریکا که خب برخلاف حالا شاید پیش بینی هایی که این نهادهای بین‌المللی در رابطه با آمار سنجی و نظرسنجی انجام میدن که میگفتن رقابت خیلی نزدیکه یعنی اغلبشون نمیگفتن رقابت رقابت خیلی نزدیکه و بعضاً حتی میگفتن که کاملا هریس به درجات حتی جلو هست یک درصد و خورده ای. ولی خب دیدیم که با یک قاطعیتی بیش از 51 درصد رای کالج ال، 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 الکترال دونالد ترامپ برای بار دوم حتی بیشتر از رای دوره اولش در واقع در سال آینده وارد کاخ سفید خواهد شد از منظرهای مختلف قابل تحلیل بر صورت من فکر میکنم دونالد ترامپ یه شخصیت لومپن میلیونر دروغگو ضد زن فاشیست ضد خارجی یه آدم واقعا ناجوری دونالد ترامپ با هر متر و معیاری شما بسنجید یه آدم کذابی هست که به ریاست جمهوری قویترین کشور دنیا رسیده و خب سوال اینه که واقعا چی میشه که مردم در سال 2024 در یک کشوری مثل امریکا اقبال نشون میدن به کسی که مثلا یک قلم سخت جنین رو ممنوع کرده در خیلی از ایالت ها بارها و بارها دروغ گفته در واقع اومده یه بار گفته بود که در یک از شهرهای امریکا پناهنده هایی که اومدن دارن سگا و گربه های مردم رو میخورن از این خزعبلات کم نگفته یادمون هست در دوران کووید این همون فردی هست که گفته بود یک حقه است کووید و چند روز بعدش خودش مبتلا به در واقع کووید شد انقدر این آدم دروغ گفت که اون موقع توییتر به رهبری جک دورسی اخراجش کرد از توییتر ولی خب الان که صحبت میکنیم برشت ایلان ماسک که اون خودش هم ی آدم ضد زن لومپنی هست و خیلی صحبت های وحشتناک و عجیب غریبی کرده در این سال گذشته الان توییتر رو خریده تبدیلش کرده به پلتفرم ایکس و یار غار ترامپ هست در کنار همدیگه به قول معروف انگل... انتخابات رو برنده شدن و قرار هست که در چهار سال آینده در کاخ سفید باشن اینکه چرا ترامپ به هر صورت به قدرت رسیده و چه سیاستی در رابطه با جمهوری اسلامی خواهد داشت بحث های زیادی در این رابطه انجام شده اما من میخوام رو این موضوع یه مقدار متمرکز بشم که چی میشه یه کسی مثل ترامپ انتخاب میشه و خب خیلی از افرادی که ظاهرا خدا ناباور هستن از جمله شاهین نجفی که واقعا تبدیل به یک چهره فالانج و فاشیست و بسیار ضد مردمی و کذاب شده به درجات و حتی میشه گفت ضد زن یعنی دقیقا تمام صفاتی که ترامپ داره به یه شکلی الان در شاهر نجفی تبلور پیدا کرده و خیلی از طرفدارای در واقع نظام پهلوی که حتی خدا ناباورم هستن خیلی دل در گروه ترامپ دارن و خیلی خوشحالن از این اتفاق بقیده من دلایل مختلفی رو میشه بررسی کرد که چرا یک کسی مثل ترامپ به قدرت میرسه ولی خب ما سعی میکنیم در اکس به سنت آتیستی و سکولاریستی خودمون متعهد باشیم و از منظر منافع اکس مازلم ها ها در واقع به این اتفاق نگاه بکنیم من فکر میکنم حالا دوستان میتونن نظرات خودشون رو حتما در این رابطه ارائه بدن ولی من فکر میکنم که به هر صورت اون چه که تحت عنوان چپ و یا مثلا جنبش های آوانگارد ما در دنیا میشناسیم به طور واقع یک حزب متشکل و متحزه و یک جریان سیاسی قوی حداقل و مطرح در استبلیشمنت حال حاضر در بورژوازی در غرب نداره و در قیاب این چپ و این در واقع حزب آوانگارد هست که یک کسی مثل ترامپ میتونه به قدرت برسه یعنی من فکر میکنم واقعا از مهر علی نبود از بغض معاویه بود بیشتر رأی دادن به ترامپ شما نگاه بکنید به حزب دموکرات که بحث وضعیت اقتصادی رو گفته میشه که بسیار خراب کرده در داخل امریکا یک افسار گسیختگی در بحث پناهجویان هست ما بحث در اکسپوزن طرفدار حقوق پناهندگان هستیم و به طور واقع معتقد هستیم که هر انسانی حق داره محل زندگی خودش رو انتخاب کنه و از حق پناهندگی تمام قد دفاع میکنیم منتها حق پناهندگی باید یک سازوکاری داشته باشه نباید به شکلی باشه که بحث در دولت های فاسدی از جمله همین دولت جمهوری اسلامی از باز بودن مرزها سوء استفاده بکنن افرادی رو به داخل مرز بفرستن و غیره و خب این یک ترس و وحشتی رو ایجاد کرده بود در بین توده های مردم که شاید دسترسی به اطلاعات دقیق هم نداشتن و خب اساسا راست افراطی کارش این هست که اطلاعات غلط میده بر مبنای یک نوع پوپولیزم قدرت میرسه و خب این افسار گسیختگی در مرزهای جنوبی شاید به یک شکلی بشه گفت شاید باعث شد که بتونه ترامپ از برسات رو این سوار بشه و انگار فشل بودن دولت بایدن رو از این نمد به قول معروف کلاهی بسازه و پروژه سیاسی خودش رو پیش ببره در بعد بین‌الملل دوستان ما که شاید به ایران خیلی مرتبط باشه حزب دموکرات به نظر من کارنامه بسیار فاجعه بار داشته یعنی شما نگاه بکنید که همین دولت بایدن چه به چه شکل افغانستان رو ترک کردن و دو دسته افغانستان رو تبدیل به طالبان خونخوار طالبان زنکش یکی از کسیفترین جریانات و خطرناکترین جریانات تروریستی که خود همین آمریکا 20 سال پیش وارد افغانستان شد که با همین جماعت در واقع به جنگ و نابودشون بکنه دو دسته افغانستان رو تحویل این جماعت داد و یک خیلی عظیمی از مردم در سکوت و ظلم فرو رفتن اعدام شدن مجبور شدن کشورشون رو ترک کنن زنان خانه‌نشین شدن از تحصیل محروم شدن و واقعا جنایتی نیست که علیه مردم افغانستان به یمن حضور آقای جو بایدن در کاخ سفید در واقع انجام نشده باشه از اون طرف شما نگاه بکنید رابطه‌ای که جو بایدن و دولتش مشخصا رابرت مالی با جمهوری اسلامی داشت اون ایمیل هایی که آریان تب... تبایی زده بود اینکه دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته بود که تا جایی که میتونه نفت بفروشه و این نفت فروختن رو پولش رو بریزه برای حزب الله و حماس و خب اتفاقی که در هفته اکتبر اتفاق افتاد سیاست فشل دولت بایدن در رابطه با جنگ اوکراین و, و اینکه به با وجود در واقع دموکرات ها به نظر نمیاد که در واقع پایانی برای جنگ در اوکراین وجود داشته باشه جنگ در غزه و اینکه بر صورت دولت بایدن میتونست سازوکاری رو پیاده بکنه که اساسا حماس جرئت نکنه که حمله بکنه به مردم بیدفاع اسرائیل و جنایت 7 اکتبر رو رقم بزنه و خیلی موارد دیگه یعنی اساسا میشه نشون داد که یک سیاست فشل در بعد بین الملل و اساسا اسلام پلاه و طرفدار جنبش اسلامی سیاسی از افغانستان شما نگاه کنید تا بر صورت حمایتش به یک شکلی از حزب الله و حماس و خود جمهوری اسلامی به همین اعتبار من میخوام بگم که من خیلی ناراحتم واقعا و متاسفم که در سال 2024 ما باید دوباره چهار سال دیگه یک آدم واقعا ناجور که اگه به نظر من واقعا دنیا سر جاش بود به نظرم ترامپ مثلا باید تو زندان می بود یعنی این آدمی ای نبود که بخواد بشه رئیس جمهوری آدم خلافکار کذابی بود که باید میرفت زندان اصلا خطرناک اینجور افراد برای جامعه ولی خب متاسفانه چهار سال دیگه از عمرمون رو ما باید در شرایطی زندگی بکنیم که یک فردی مثل ترامپ حالا دیگه لابد میخواد بیاد این دفعه چه قانون بر علیه زنان بر علیه پناهجان تصویب بکنه به چه شکل میخواد به محیط زیست آسیب بزنه و یک نوع سرمایه داری افسار گسیخته هار با اتکا به در واقع رادیکالیزم مسیحی چون میدونید که برسات بعد از به خصوص اون اقدام تروری که میخواستن ترامپ رو بکنن ترور اول و گوش ترامپ می خیلی مسیحیان اکس مختلف دادن که بله خدا حمایت کرد و خدا ازش داره حمایت میکنه. یک جریان در واقع به شدت مذهبی رو نمایندگی میکنه ترامپ حالا خودش شاید وقتی که شما قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشه پروفایلش رو نگاه میکنید آدم مذهبی شاید نبوده باشه این آدم ولی برصد به لحاظ سیاسی و اون پروژه سیاسی که تحت عنوان میاد یا راست افراطی ما میشناسیم در امریکا یک خصلت غلیز مسیحیت رو داره و خب مذهبیون فنوتیک از گور برخواسته در واقع بچه حزب آمریکایی احمدی نژاد آمریکاست در واقع احمدی اه... ترامپ به قدرت رسیده و خب معلوم میشه بلایی میخواد این بار سر زنان ال بی تی کیو ها پناهندگان بیاره و بحث محیط زیست هم که میدونیم که از پیمان در واقع محیط زیستی پاریس خارج شده بود در حال معلوم چه بلایی سر اون پیمان بیاره من میخوام جمع بندی بکنم متاسفانه در دنیای زندگی میکنیم که سیاست به یک شکل مبتذلی ارائه میشه و جریانات و آوانگارد به یک مجموعه جزایر در واقع گروه فشاری تبدیل شدن و از همین منظرم هست که ما در اکس مزلم، بارها تاکید کردیم خدا زنان، سوسیالیست ها، انسانگرایان، کسانی که مخالف در واقع ترامپ هستند، طرفدار حقوق انسانی، حقوق زن، حقوق پناهنده، طرفدار ال جی بی ها, ها هستند، خواهان این هستند که مذهب دستش از زندگی مردم کوتاه بشه، باید متشکل باشن. باید نهاد داشته باشن باید حزب داشته باشن و بعد کار متشکل بکنن راست افراطی هر چی نداشته باشه تشکیلات خودش رو داره پول و سرمایه داره و موفق شده رأی مردم رو در واقع در غرب در اروپا و در آمریکای شمالی به خودش اختصاص بده در نبود یک چپ رادیکال اینجاست که من فکر می‌کنم اهمیت داشتن نهاد و داشتن احزاب آوانگارد و مدرن خودش رو در واقع بیش, بیش, از پیش اهمیتش رو نشون میده شما ببینید همین برنی سندرز که یک نیمچه سوسیالیست فشل به درجات حتی میشه گفتش که طرفدار اسلام و اسلامی سیاسی رو نمایندگی میکرد یکی از محبوب ترین سیاست مداران در امریکا بود حال تصور کنید که اگر یک حزب واقعا چپ سوسیالیست طرفدار حقوق زن و مخالف اسلام و تمام قد سکولار در واقع وجود داشت آیا امکان داشت ترامپ بتونه یک بار دیگه به قدرت برسه من فکر نمی کنم من صحبتم تموم عتی عزیز خوشحال میشم نظرتو بشنم ممنون از توضیحاتت و خبری که داشتی خب ببین همونطور که تو گفتی من بسیار متاسفم که در واقعا این دنیای مدرن از سوی مدرن داریم زندگی میکنیم شاهد یک همچین اتفاقاتی هستیم من فکر میکنم به شخص شاید بتونیم بگیم که در نقطه از تاریخ هستیم که دستاوردهایی که شاید خیلی از آزادی خواهان در طول همین پنجاه سال اخیر به دست آوردن و تلاش کردن اونها رو نگه دارن همه رو داریم از دست میدیم انگار دونه دونه یک شرایطی به وجود اومده که واقعا یک فردی مثل ترامپ دوباره به قدرت برسه واقعا تاسف از طرفی انتخاب دیگه ای هم از طرف اون کاملا هریس هم یه جوره دیگه یه شرایط بد دیگه رو داشت رقم میزد برای ما برای همین یک انتخاب های یک شرایطی در دنیا به وجود میاد که اصلا واقعا نمیشه انتخاب کرد به نظر من اگه من در آمریکا بودم واقعا نمیدونستم که الان واقعا کدوم یکیشون رو باید انتخاب کنم چون یکی از یکی بدتر ترامپ که اساسا اصلا یک فرد لومپن ضد زن یک فرد واقعا مجرمی که همونطور که به درستی اشاره کردی اگر دنیا سر جای خودش بود اگر همه چی سر جای درست خودش بود ترامپ الان نباید یک فرد واقعا چهره سیاسی میشد این فرد باید الان مورد واقعا درمان قرار می گرفت چون به نظر من این فرد یک بیماره برای همین بسیار مهمه همونطور که تو گفتی در این عرصه بیشتر فعالیت بکنیم من فکر میکنم که اینها همه نشون دهنده اینه که چقدر جای فعالیت هست و چقدر باید موثرتر پیگیرتر و متشکلتر ما فعالیت بکنیم وقتی خیلی کمه من سریع به سراغ خبر خودم میرم همونطور که میدونین هفته پیش آهو دریایی دختر علوم تحقیقات با یک عکس واقعا شجاعانه سیاسی زیر میز واقعا قوانین ضد زن اسلامی زد و واقعا چطور جسورانه شجاعانه این عکس رو انجام داد و از طرفی 15 آبان آرزو خاوری دختر 16 ساله متاسفانه خودکشی کرد که خب خودش رو از اون ساختمون بلند پرت کرد پایین و به خاطر فشارهای زیادی که از طرف خان... از سوی از طرف خانواده و از سوی هم از طرف مدرسه مسئولین مدرسه برای حجاب و داشتن پوشش اسلامی برای اون بود. بله. الو. الو. بفرمایید سلام. بفرمایی. سلام خانم وقتتون بخیر حالتون خوبه سلام متشکرم بفرمایید شما شما خانم قنبری هستین شما من ربیعی هستم ربی کجا بله. من خبرنگار حوزه زنان هستم خواستم بلد. بابت یکی از دانش آموزان شما صحبتی داشته باشم باهاتون که این خانم اینطور که در واقع پدرشون بیان کردن در اثر فشاری که توی مدرسه به خاطر پوشش این بچه شلوار لی حالا و یا اون فیلمی که موقع رقصیدن بدون مغمه ازشون گرفته شده و به شما داده شده و تحدیف... ربی عزیز من خدمت رو مرز میکنم همه این موارد که میفرمایین رو ما الان هیچ تصمیمی نمیتونیم بگیریم اجازه بدین جواب پزشک قانونی بیاد ببین. من بعدم در خدمت هستم اجازه میدین ممنون میشم شما حتی با خونواده آرزو خاوری تماسی هم نگرفتین بله دیروز من نه پیرینتشو دارم موردی نداره من پیرینت تماسی که گرفتم رو خدمتون ارائه میدم ممنون میشم اجازه بدین فقط بله حتما وزیفه میدیم اجازه بدین بعد از پاسخی که پزشک قانونی به ما میدن همه این موارد براتون شفاف بازید ببینین این خانم خب خودش رو از بلندی پرد کرده بکنم اصلا, اصلا بحث حجاب نبوده هیچ مورد این چنینی که میفرمایید شما نبوده و فقط خواهش میکنم من اگه بخوام توضیح بدم دوباره بحث باز میشه اجازه یک, ب... یک به فرمایش شما اجازه بدین بعد از پاسخی که پزشکی قانونی میدم من در خدمتتونم ممنون ممنون خواهش میکنم خدا نگهدارتون اما خب با توجه به این دوتا خبر من میخوام واقعا نور رو بندازم روی زن ستیز بودن واقعا اسلام نور رو بندازم روی اینکه چقدر واقعا اسلام برای سرکوب زنان تمامی انسان ها ولی خب همیشه بیشتر زن ها بودن چقدر واقعا ترس و اعراب رو میخواد برای اونها اعلام، اعمال بکنه چقدر واقعا از این دریچه وارد میشه وقتی که شما واقعا شرح حال آرزو خاوری رو میخونید متوجه میشین که واقعا یک دختر بچه باید چطور زندگی کنه اولا که اونها مهاجر بودن که خانوادگی مهاجرت کردن از افغانستان به ایران به خاطر خطراتی که جانیان و وحوش طالبان برای اونها داشتن از طرفی این دختر بچه واقعا تفلگی از چاله به چاه افتاده از طالبان فرار کرده اومدن پیش رئیس طالبان که جمهوری اسلامی هستش و واقعا مزدورای جمهوری اسلامی که همه جا هستن شرم واقعا بر یک همچین معلمه و مدیر و مسئولین مدرسه ای که یک همچین شرایط رو برای یک بچه 16 ساله ایجاد میکنن که به جای اون رو برسونن که بخواد خودش رو واقعا در عرض چند ساعت به مرزی اون رو برسونن که بخواد خودکشی بکنه و این کار رو انجام بده و واقعا فوت بکنه واقعا بسیار تکان دهنده است این اخبار در شرایطی این کار رو انجام میدن که واقعا ما داریم میبینیم در کشورهایی که حالا مدرن هستن و جایگاه بسیار ویژه ای برای کودکان در نظر میگیرن چه شرایطی رو برای بچه ها در مدرسه ها ایجاد میکنن که بچه ها در کمال آرامش در اون مدرسه تحصیل بکنن و بدون هیچ دغدغه‌ای دق فقط به با هم بودنشون به بازی های کودکانشون برسند و ما در مدارسمون در کشور اسلام زده ایران در افغانستان چه شرایطی رو برای بچه ها ایجاد میکنه در کشور افغانستان که دخترها اجازه تحصیل ندارن و در ایران به خاطر اینکه یک دختری میخواد شادی بکنه رقصیده اونم فقط برای دوستان دختر خودش بدون روسری یا اینکه شلواری که اونها مجبورش کردن به پوش پاش نبوده و یه دونه شلوار لیه دیگه پاش بوده به خاطر همین ها تهدید به اخراج شدن شده یعنی میخوام بگم ببینید این سرکوب ها این ارعاب چقدر واقعا میتونه شدید باشه از طرفی همونطور که میدونین بر اساس قوانین واقعا ضد پناهنده قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی واقعا شهروندان افغانستانی که واقعا شرم وبره. من خودم شرم هم میاد همچین حرفای رو واقعا باید بزنیم جایگاهی ندارن و از طالبان فرار میکنن میان به ایران و در ایران هم نه تنها به اونا مدارک هویتی داده نمیشه حتی بچه های اونها به سختی در مدارس ثبت نام میشن و وقتی که میگم شرح حال همین آرزو خاور رو شما میخونی میبینی که به سختی در مدرسه ثبت نامش میکنن به دلیل اینکه از افغانستان اومدن و از اون طرف هم با کوچکترین چیزی به شدت اون رو تنبیه میکنن و اون رو تهدید میکنن هر روز که ما تو رو اخراج میکنیم به دلیل این کارهایی که کردی به دلیل این فیلم هایی که داری و با خانواده صحبت میکنی و تو رو اخراج میکنی همون روز هم با خانواده تماس میگیرن و اونا رو در جریان میذارن که چه اتفاقی افتاده من میخوام بگم واقعا اولا زنده باد آهو دریایی که یک همچین واقعا عکت سیاسی رو انجام داد میدونم که بابت این اکتی که اون انجام داد هزنای زیادی رو واقعا همین الان داده و همچنان ما نمیدونیم اون کجاست ولی این واقعا دستاورد بسیار مهمیه که نمیتونیم نادیدش بگیریم دستاوردیه که انقلاب زن زندگی آزادی اون رو به صحنه آورد واقعا در تمام این چهل و شیش سال اکتیویست هایی که در برای جنبش رهایی زن فعالیت میکردن تمام تلاششون رو کردن چه اکت های سیاسی رو انجام دادن واقعا چقدر هزینه دادن و همچنان هم در زندان ها و در شکنجگاه جمهوری اسلامی هستن اکتیویست هایی که واقعا مجبور به فرار شدن و با اکت های خودشون الگوهایی رو ساختن که واقعا جوان دیگه و افراد دیگه زنان دیگه بتونن از اونها پیروی بکنن و الانم میدونین که واقعا اکت سیاسی و اکت واقعا ضد مذهبی ضد اسلامی آهو دریایی چطور واقعا نظر جهانیان رو به خودش جلب کرده در تمام اخبار دنیا اومده و چقدر واقعا حمایت انسانی تونسته جس کنه از گروه فمن که چقدر از اون حمایت کردن و چه واقعا چه اکسیونایی گذاشتن چقدر خودشون اومدن به خیابونها و حمایتشون نشون دادن تا افراد عادی تا تمام کنشگران واقعا اجتماعی و فعالین سیاسی فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق بشر از این عکس حمایت کردن این در حالیه که میلاد میخوام اینو نشان کنم که واقعا شاید در سالهای قبل یک همچین اتفاقی نمی اگر یک زنی با یک همچین ظاهری تو خیابون بود میخوام بگم این واقعا نشاندنده تلاش اکتیویست هاست نشاندنده اینه که چقدر واقعا این فعالیت اکتیویست ها و انقلاب زن زندگی آزادی جامعه رو به سویی برده که الان داریم میبینیم در تمام دنیا از آهو دریایی حمایت میشه و همه جا داره از اون صحبت میشه و من کمتر کسی رو دیدم که باز بیاد از این صحبت کنه که واقعا هدفشون فقط لخ شدن و اینها از خود نظامن و از این جور خود برای همین بسیار مهمه که ما در این زمینه صحبت بکنیم در این زمینه فعالیت بکنیم از طرفی اتفاق واقعا تق و فاجعه باری که برای آرزو خاوری افتاده نشون دهنده از اینکه واقعا چقدر جمهوری اسلامی تفکراتش قوانینش ضد انسانیه در در برابر پناهجوها و از طرفی چقدر ضد زن و زن است این رفتار و این قوانینی که شرایطی رو برای یک دختر 16 ساله ایجاد میکنن که به تا مرز خودکشی بره و خودش رو بکشه بسیار مهمه که در این زمینه هر چه بیشتر فعالیت بکنیم حمایت کنیم از هر تریبونی که داریم از آهو دریایی صحبت کنیم از آرزو خاوری و تحت سرکوب بودن زنان در کشورهای اسلام زده میلاد ممنون میشم اگر اینکه نکته نظری داری از تو بشنویم حتما دو خبر رو در واقع پوشش داد اتیه یکیش مرتبط بود با بحث آهو دریایی دختری که گفته میشه در دانشگاه علوم و تحقیقات به دلیل اینکه حراست بهش گیر داده بود به لباسش و هودیش رو پاره کرده بود در اعتراض اوریان یا نیمه اوریان میشه و ویدیوهاش در سطح جهان وایرال میشه همجور که گفت حمایت جهانی از برسات گروه ها و جریانات مختلف تا پالتشن و سیاستمداران اه بحثات آهودریایی دریایی به یک چهره جهانی تبدیل شده الان که صحبت میکنیم و موضوع بعدی خبر بعدی مرتبط هست با دختر افغانستانی که در ایران به دلیل داشتن لاک و بحثات نداشتن پوشش اسلامی اونجوری که مطلوب خانم ها و آقایون در قدرت هست آرزو خاوری دست به خودکشی میزنه و متاسفانه خبر میاد که جون خودش رو هم از دست داده مجموع اینها همجوری که عطیه گفت یه جورایی شاید به اون به صورت خبری هم که من پوشش دادم مرتبط باشه ما در دنیای زندگی میکنیم که ترامپ که هم ضد زن هست هم ضد خارجی هست ضد پناهجو هست در آمریکا به قدرت میرسه و از اون طرف جمهوری اسلامی به مسابه یک جریان راستی، فاشیستی، اسلامیستی و یک حکومت کثیف آدمکش ضد زن، ضد پناهنده در واقع در ایران در قدرت هست که چنین بلایی رو سر زنان و سر پناهجویان در واقع به در واقع سر پناهجویان میاره این دقیقا نشون دهنده این هستش که چقدر حمایت از پناهجویان افغانستانی به خصوص پناهجویان سکولار اهمیت داره ما چند روز چند وقت گذشته هم خبری داشتیم از یک پناهجوی افغانستانی که از دانشگاه به دلیل حجاب در واقع اخراج شده بود از ایران اخراجش کرده بودن به دلیل اینکه بعد حجاب بوده و دستگیر شده بوده توسط گشت ارشاد خیلی از افغانستانی ها در همین نهاد اکس مسلم که ما صحبت می آتیست آتئیست هستند خدا هستند و فعالیت های ضد اسلامی دارن به همین اعتبار من میخوام بگم این درد مشترک یعنی اسلام سیاسی و زن در واقع دنیای مدرن درد مشترک مردم افغانستان و مردم ایران هست و باید هول انسانیت، هول سکولاریز، هول مبارزه با اسلامی سیاسی بقیده من فعالیت متشکل و سازماندهی شده هر دو ملت، هر دو مردم در کنار همدیگه انجام بدن اینو من به خصوص به اون دست از آتیست میخوام بگم که بعضا فریب ناسیونالیزم ایرانی و اون تبلیغات جمهوری اسلامی رو میخورن بعدا افغانستانی ستیزی میکنن از اومدن ترامپ خوشحال هستن فکر میکنن ترامپ الان میاد با اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی مبارزه میکنه خبر ندارن که راه گذر از این فاشیسم از این حکومت های غیر انسانی اتحاد بر سر در واقع خواسته ها و آرمان های انسانی هست نه دلخوش کردن به یک لومپن میلیونر فاشیستی مثل ترامپ و یا مثلا اصلاحات و یا یک کسی مثل رضا پهلوی برصد این آرزه در بین آتیست های ایرانی هم هست که به درجات فکر میکنن راه گذر از جمهوری اسلامی و شیعه در قدرت پناه بودن به شیعه از جنس پهلویه و خب این به نظر من غلط بودنش پیش از پیش عیان هست ما با مردم افغانستان به خصوص سکولاریست های ایرانی با سکولاریست های افغانستانی زنان ایرانی با زنان افغانستانی درد مشترک داریم مشکل مشترک داریم و باید بتونیم با هم متشکل در کنار هم برای خلاصی از طالب و آخوند کار و فعالیت بکنیم من صحبتم تمام عتی عزیز مرسی مرسی ممنون از توضیحاتت حتما نکته نظرات خودتون رو درباره برنامه ما بفرستین و حمایت های خودتون رو هم برای ما بفرستین با افتخار اونها رو منتشر خواهیم کرد مرسی از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودیم و دوستان عزیزانی که ضبط شده برنامه ما رو از تلویزیون کانال جدید خواهیم دید تا برنامه دیگه روزهای خوشی رو براتون آرزو میکنم